بحران لبنان، روایت تلخ آتش نشانانی که گرفتار آتش بیروت شدند. نگاهی به عملکرد دولت چین در مقابله با کرونا، رویکرد امنیتی و سیاسی عامل گسترش جهانی این ویروس بوده. و نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا، سناتور کامالا هریس تاریخ ساز شد. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. انفجار مهیب بندر بیروت زندگی بسیاری را در این شهر زیر و رو کرد. هنوز ده ها نفر مفقودند و گروه های امداد و نجات نتوانستند همه اجساد را پیدا کنند. در این میان از ده آتش نشانی که در لحظات اولیه شروع آتش در بندر به محل اعزام شده بودند، تنها جسد بعضی از آنها پیدا شده. سه نفر از نه آتش نشان مفقود هم همه از یک خانواده هستند. خبرنگارمان نفیسه کوهنورد به دیدار این خانواده رفته که میگویند میخواهند مسئولان حادثه به شدیدترین شکل ممکن مجازات شوند. این لحظات قبل از ویرانی بیروت است. ویدیویی که یکی از آتش نشانهای آن را گرفته که برای فرو نشاندن آتش اولیه به بندر اعزام شده بودند. تنها چند دقیقه قبل از فاجعه. این آخرین عکس دست جمعی ده آتش نشانی است که خود در شعله های انفجار سوختند. حالا آتش به جان این خانه افتاده که سه آتش نشانش را از دست داده. نجیب و شربل هتی که پسر عمو بودند و شربل کرم که شوهر خواهر نجیب بود. مادر نجیب میگوید آنها یک روح در سه بدن بودند و همیشه با هم. یک رو به شش صبح بیدارش کردم. اونم مثل همیشه پسرم و شوهرخوارش رو بیدار کرد و ستایی رفتن و دیگه بر نگشتن. اونا به عشق هم آتش نشان شده بودن. وقتی حادثه رو شنیدم از مریم مقدس خواستم که فقط پسر من کشته شده باشه. چون شربل دو تا دختر و همسری جوون داره. هنوز دعا میکنم که شاید خدا اون دوتای دیگر رو برگردونه. حتی اگه پسر من رو برده باشه. این خانواده هم مثل هزاران لبنانی از ناکارآمدی دولت و آنچه فرزندانشان را به کام مرگ فرستاد خشمگینند. اونها را از ما گرفتن و الان میگن اونا شهید شدن. اگه اینطور بود براشون گریه نمی کردم. اما دولت ما بهشون خیانت کرد. مقامات میدونستن اونجا اون همه مواد خطرناک هست، اما بچه های ما رو فرستادن بدون اینکه بهشون اطلاعات درست بدن. الان میدونیم که اونها وقتی اونجا رسیدن تازه فهمیدن که با چی مواجهن و بلافاصله به بقیه همکاراشون گفتن که نیان. اونا با مرگشون جون خیلی ها رو نجات دادن، ولی دولت باید جواب بده چرا چنین خیانتی کرد. هنوز حتی اثری از جسد هیچ کدام از این سه نیست. اینجا در بندر بیروت تیم‌های امداد و نجات آخرین تلاش‌هایشان را برای پیدا کردن باقی مانده کشته شدگان ادامه می‌دهند. اما اعلام کرده‌اند که دیگر امیدی به زنده پیدا کردن کسی نمانده و به زودی شاید کار را متوقف کنند. بعد از روزها جستجو، تنها جسد یکی از آتش نشان‌ها پیدا شده. خانواده هتی مثل خانواده بسیاری از مفقودان حادثه روز اول هنوز امیدوار بودند. آنها همه بیمارستان‌ها را زیر پا گذاشتند. اگه امیدی به زنده پیدا کردنشون داشتیم، الان دیگه نداریم. هنوز مادرم، مادر شوهرم، خانواده عموم هنوز امیدوارن. منم امیدم قطع شده. امداد و نجات دو روز اول ساعت 7 دست از کار کشیدن چون تاریک بود و کمک کافی نداشتن. فقط خودم رو آروم میکنم که اونا قهرمانن.
هی دنهار خطبتنا کنی تمام بشنه اینه. کارلن حالا هم به سوگ برادر نشسته و هم همسر. و هیده خیلیه قبل ما ینزل علال قبل از اینکه راه بیفتن سمت بندر، شوهرم تصویری زنگ زد. خوشحال بود و میخندید. گفت دارن یه آتیش کوچیک رو خاموش میکنن. با دختر بزرگترم که 5 سالشه هم صحبت کرد. بهش دوستای آتش نشانش رو نشون داد. همه خوشحال بودن. شوهرم راننده یکی از این ماشینا بود و برادرم راننده اون یکی. با هم کلکل میکردن که کی زودتر میرسه. الان دخترم مدام میپرسه که بابام کجاست؟ بهش میگم اون هنوز سر کاره، اما دیگه اونم باور نمیکنه. میگه مگه قرار نبود تا حالا برگشته باشه؟ سالت نوان بابی. جشن تولد 21 سالگی شربل هتی 2 هفته قبل از انفجار بود. ما پسرعمومو برای تولدش سورپرایز کردیم. اونم گفته بود ما رو شب سورپرایز میکنه. ازم میپرسن که میدونستیم قراره چی کار کنه؟ گریه‌مونم نمیده که بگم چه سورپرایزی از این بزرگتر. انفجار بیروت برای بسیاری از لبنانی‌ها آخرین قطره‌ای بود که کاسه صبرشان را لبریز کرد و هزاران نفر را باز به خیابان‌ها کشاند. حالا در قلب شهر این طناب‌های دار آویخته شده. نمادی از خشم عمیق و استیصال و خونخواهی معترضان که می‌خواهند مسئولان این حادثه و همه سردمداران دیروز و امروز را مجازات کنند. حسی که خانه ماتم زده آتش نشان ها را هم گرفته. یعلقولون مشانی مثل ما قتلولنا اخواتنا مثل ما قتلول جوزه. من میخوام کسایی که مسئول این فاجعه هستن به دار آویخته بشن. اونا برادر و شوهر و پسرعموی من رو به ماموریت مرگ فرستادن. ربنا ما بیرید انو نحنا نحکم مع حدا ولا نحنا نعلم. میدونم که بر اساس دین مسیحیت این کفره، اما دل ما آتیش گرفته. اما پیش از هر چیز این خانواده هم مثل خانواده دیگر مفقودان فعلا تنها یک چیز میخواهند، داشتن مزاری برای گریستن. اون ستا همیشه با هم با یه ماشین سر کار میرفتن و برمیگشتن. اگه واقعا دیگه مردن، پس ستاشون رو توی یه تابوت برامون بیارین. مطمئنم اونا هم همینو میخوان. اونا روح و جونشون به هم بسته بود. ما فقط همینو میخوایم. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، بیروت. شایوع ویروس کرونا تا به امروز جان بیش از 750 هزار نفر را در جهان گرفته. بسیاری از کشورها انگشت اتهام را به سوی حکومت چین نشانه رفتند و این کشور را به خاطر پنهانکاری مسئول شایوع این بیماری می‌خوانند. منتقدین می‌گویند چین به جای خفه کردن ویروس در ووهان در نطفه، صدای پزشکان و پرستاران و شهروند خبرنگاران را خفه کرد. کسانی که هفته‌ها پیش از اینکه دولت چین شایوع بیماری را آشکار کند، از همه‌گیری جهانی این ویروس خبر دادند. هفته‌هایی که برخی از دانشمندان می‌گویند می‌توانست مبتلایان را به شدت کاهش دهد. جزئیات بیشتر از ژیار گل. مراکز شهری را تعطیل کرده. قبرستان‌ها را آباد. ویروس کرونا ده‌ها اقتصاد کوچک و بزرگ جهان را در آستانه ورشکستگی قرار داده. بسیاری می‌پرسند چگونه به اینجا رسیدیم؟ آیا میشد این ویروس را از نطفه خفه کرد؟ برای بررسی شیوع ویروس کرونا باید از شهر ووهان چین شروع کرد. دی ماه سال گذشته، بازار فروش حیوانات زنده ووهان، حیواناتی که بسیاری از آنها کمیابند. دی ماه سال گذشته تعدادی از فروشندگان این بازار
برای درمان بیماری عفونی ریوی بستری می شوند. عفونتی مرموز که هیچ دارویی روی آن مؤثر نیست. ششم دیما نتیجه آزمایشگاه نمونه برداشته شده از یک بیمار وجود ویروس کرونا را آشکار می کند. این در ضد تروریسمه. برای چندین ساعت مقاومت میکنه. همچنین ضد انفجار هم هست. دکتر استیون بیکر سال هاست روی خطرناکترین ویروس های جهان تحقیق میکند. اون نحوه انتقال ویروس از حیوان به انسان را مطالعه کرده. آیا ممکنه این ویروس از مرکز تحقیقاتی ووهان به بیرون منتقل شده باشد؟ این ویروس به نظر میاد در میان حیوانات میچرخه. به احتمال زیاد خفاش و حیوان پانگولین، پستانداری که نقش واسطه داشته. احتمالاً ویروس در بازار ووهان منتقل شده. ابتدا اپیدمی شده و بعد همه گیر جهانی شد. مقامات چینی در ووهان برای هفته‌ها پنهان کاری کردند. آنها احتمال انتقال ویروس از انسان به انسان را رد کردند. چطور میشه از فاصله چند صد متری یکی از بزرگترین مرکزهای تحقیقات بین المللی مرتبط با کرونا ویروس بیماری به وجود میاد و اینقدر دیر گزارش میشه به دنیا؟ دانشمندان چینی که در اون مرکزها تحقیق میکردن این زودتر فهمیده بودن و همین هم باز یک سواله که چرا اول گزارش شد حیوان به انسانه، همون موقع گزارش نشد که هم میتونه حیوان به انسان باشه هم میتونه انسان به انسان باشه؟ اما پزشکان در خط مقدم برخلاف دولت همدیگر را آگاه می‌کردند که ویروس قابل انتقال است. لیون لیونگ پزشک بیمارستان ووهان در پستی در فضای مجازی هشدار داد ویروس مرگبار است. در عرض یک ساعت او به دفتر بیمارستان فراخوانده شد. به او دستور داده شد دیگر درباره شیوع بیماری بحث نکند. پزشکا و پرستارا رو مجبور کردن به مراکز پلیس برن و اونجا تعهدنامه‌هایی رو امضا کنن که اطلاعات غلط منتشر کردن و تعهد دادن اذهان عمومی رو تشویش نکنن. اواخر دیما مردم ووهان برای بزرگترین جشن، جشن سال نو چینی آماده می شدن. برای اقتصاد این کشور یعنی میلیاردها دلار داد و ستد. دولت از سفر میلیون ها نفر برای دید و بازدید عید جلوگیری نکرد. الفبای کنترل بیماری میگه اون منطقه باید بسته بشه، تردد کم بشه که این بیماری گسترش پیدا نکنه. ولی اونجایی که یک موضوع بهداشتی سیاست زده میشه دیگه کاربردهای علمی صدایی نداره. در 27 دیما دولت چین جلسه تلفنی در پکن برگزار کرد. ماها بعد صورت جلسه این گفتگو به خبرگزاری آسوشیتد پرس رسید. در این جلسه کارشناسان بهداشتی هشدار می‌دهند شیوع بیماری از انسان به انسان امکان پذیر است. به مقامات می‌گویند چین باید برای ویروس همه‌گیر آماده شود. اما در تلویزیون دولتی مقامات بهداشتی خطر بیماری را کم اهمیت جلوه دادند. و سازمان بهداشت جهانی هم حرف‌های مقام‌های چینی را تکرار کرد. باور ندارم که سازمان بهداشت جهانی در پنهانکاری دست داشته. ما به وظیفه‌مان عمل کردیم تا اطلاعات به دست آوریم و آن را به اعضای این سازمان بدهیم تا از شهروندان حفاظت کنند. ما مرتباً اطلاعاتی که داشتیم به طور شفاف منتشر کردیم. کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی موظفند ظرف 24 ساعت این سازمان را از موارد مشکوک بیماری‌های همه‌گیر آگاه کنند. اما چین برای هفته‌ها با جامعه جهانی شفاف نبود. اگه ما با عجله اعلام می‌کردیم که ویروس مصریه، این باعث آشفتگی مردم می‌شد. ما در مقابل جامعه باید با مسئولیت عمل کنیم. می‌بایستیم مدارک رو ارزیابی کنیم، بعد مردم رو مطلع کنیم. فکر نمی‌کنم خارجی‌ها اینو درک کنن. تا 28 دیما چین تنها 45 مورد ابتلا به ویروس کرونا را در سراسر این کشور تایید کرد. اما محققان بریتانیایی عدد واقعی تنها در ووهان را نزدیک
به 4000 نفر تخمین زدند. برخی از شهروند خبرنگاران ووهان از تلفات بالا گزارش می‌دادند. نمی‌ترسم. روبروم ویروس کرونا است، پشت سرم نیروهای امنیتی چین. تا زمانی که در این شهرم به گزارشام ادامه میدم. حزب کمونیست چین، فکر می‌کنی از شما می‌ترسم؟ رسانه‌ها و دستگاه تبلیغاتی دولت چین داشتن می‌گفتند که اونا خیلی سریع عمل کردن، رهبران این کشور سریع ویروس کرونا رو کنترل کردن و حتی به هم دیگه هم تبریک می‌گفتن. اما عده‌ای انگشت شمار مثل این مرد جرأت کردن که روایت حکومتی رو به چالش بکشن. حکومت قصد داره حقیقت و اسناد انفجار بیماری همگی رو پنهان کنه. چن چاوشه و چندین شهروند خبرنگار ووهان دستگیر شدند. تا به امروز از سرنوشت آنان خبری نیست. مسلمه که وقتی مردم بدونن که بیماری خیلی خطرناکی است که ممکنه که در حد زیادی در واقع مردم رو از بین ببره، میتونن اعتراضات وسیعی رو سازمان بدن. به خصوص این دولت ها که بر مبنای یک ساختار در واقع اقتدارگرایانه خودشون رو سامان دادن، نگران میشن که چه بسا مردم حرکاتی انجام بدن که نتونن اون رو کنترل بکنن و به تحولات اجتماعی وسیعی بیانجامه. این در مورد کشورهای مثل چین و ایران به شدت صدق میکنه. ویروس جدید کرونا و محدودیت تردد در قرنطینه دو شهر دیگر چین برای جلوگیری از افزایش قربانیان ویروس جدید کرونا. 9 روز پس از هشدارهای رسمی کارشناسان بهداشتی چین درباره همه‌گیری ویروس کرونا، دولت چین در 3 بهمن ماه شهر 11 میلیونی ووهان را قرنطینه کرد. به دنبال ووهان برای صدها میلیون نفر در سراسر این کشور محدودیت رفت و آمد وضع شد. اما بستن درهای ووهان زمانی رخ داد که ویروس پشت در بود. در حقیقت ویروس داشت به سوی شهرهای کوچک و بزرگ کشورهای جهان در حال حرکت و توسعه بود. ایران هم به حالت آماده باش در آمد. پس از قرنطینه ووهان، همسایگان چین مرزهایشان را روی این کشور بستند. اما پروازها بین ایران و چین در اوج شیوع کرونا متوقف نشد. بررسی اطلاعات پروازها نشان می‌دهد شرکت هواپیمایی ماهان که به سپاه پاسداران نزدیک است، در 2 ماه پس از قرنطینه ووهان بیش از 150 پرواز بین چین و ایران داشته است. کشوری مثل ایران که فاصله بسیار زیادی داشت و باید این اپیدمی خیلی دیرتر به ایران می‌رسید، کماکان مثل این که یک کشوری هممرز و راهروی رفت و آمد افراد از طریق هوایی باز گذاشت. اگر ایران در مراحل اولیه بهتر کنترل میکرد مرزهاش، دیرتر و با شدت کمتر و با فوت کمتر میتونست مدیریت کنه این بیماری. این ویروس جان بیش از 700,000 نفر را گرفته است. هر روز و هر ساعت بر تعداد قربانیان افزوده می شود. حزب کمونیست چین تا می تواند اطلاعات را مخفی خواهد کرد، چون برای وجهه رژیمی که سرکوب و سانسور را با توانایی های مدیریتی توجیه می کند جور در نمی آید. این ویروس ثابت کرد اگر در گوشه دیگه از جهان اتفاقی رخ بده، میتونه در عرض چند هفته و چند ماه به همه دنیا سرایت کنه. تا زمانی که حاکمانی همچون حاکمان چین براشون سلامتی شهروندانشون اولویت نشه، هیچ یک از ما در هیچ نقطه ای از جهان در امان نخواهیم بود. رهبران چین میگویند سلامت انسانها اولویت اول این کشور است. لی ون لیونگ، پزشک چینی که نخستین بار درباره ویروس کرونا هشدار داد، از طریق یکی از بیمارانش به ویروس کرونا مبتلا شد. 1 ماه پس از هشدار پلیس به او در بهمن ماه جان باخت. لی ون لیونگ
با مرگش به قهرمانی برای میلیون ها نفر در چین و فراتر از مرزهای این کشور مبدل شد. انتخاب کامالا هریس به عنوان معاون جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش‌های زیادی داشته. چهره‌های سرشناس حزب دموکرات از انتخاب او استقبال کردند. از جمله باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق که گفته این روز خوبی برای آمریکا است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رقیب جو بایدن در انتخابات گفته خانم هریس یک ریاکار است که اصول خودش را زیر پا گذاشته. جزئیات بیشتر از خشایار جنیدی. انتظار به سر رسید. جو بایدن بالاخره شریک انتخاباتی خود را معرفی کرد. کاملا هریس، سناتور دموکرات و دادستان کل پیشین کالیفرنیا. حالا نخستین بار یک زن سیاه پوست یار انتخاباتی نامزد ریاست جمهوری یک حزب عمده در آمریکا است. جو بایدن با اعلام این انتخاب در توییتر خانم هریس را مدافع شجاع افراد ضعیف جامعه دانست. اما این انتخاب واکنش سری و صریح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به همراه داشت. یکی از دلایل تعجب من از انتخاب او این بود که رفتارش با بایدن زننده تر از سناتور وارن بود. او در مناظره های مقدماتی دموکرات ها چیزهای وحشتناکی درباره جو خوابالو بیان کرد. دونالد ترامپ پیش از این سخنان ویدیویی را در توییتر منتشر کرد که آقای بایدن را کنزه و خانم هریس را متقلب می‌نامید. به گفته او، آنها می‌خواهند آمریکا را تقدیم چپ‌گرایان افراطی کنند. کاملا هریس که حقوق خوانده 56 سال پیش در کالیفرنیا به دنیا آمد. مادرش یک سرطان شناس مهاجر از هند بود و پدرش که در دانشگاه اقتصاد درس می‌داد از جامائیکا به آمریکا آمده بود. او در فاصله سال‌های 2004 تا 2016 دادستان شهر سان فرانسیسکو و سپس دادستان کل ایالت کالیفرنیا بود. کاملا هریس در سال 2017 به عنوان نماینده دموکرات به مجلس سنا راه یافت و سال گذشته نیز یکی از داوطلبان نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری بود. سناتور هریس در مناظره‌های انتخاباتی حضوری پررنگ داشت. حملات تند کاملا هریس علیه جو بایدن به خاطر حمایتش در سال‌های دور از سناتورهای متهم به نژادپرستی و بعضی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قبال دانش آموزان آفریقایی تبار مورد توجه قرار گرفت. اما او پیش از برگزاری رقابت‌های مقدماتی انصراف داد و در نهایت حمایتش را از نامزدی جو بایدن اعلام کرد. نامزدی معاونت ریاست جمهوری دموکرات‌ها در انتخابات امسال از یک جهت نسبت به دوره‌های قبل اهمیت بیشتری دارد و آن سن آقای بایدن است که در صورت پیروزی با 78 سال سن مسن‌ترین فردی است که به ریاست جمهوری آمریکا رسیده و شریک انتخاباتیش باید فردی باشد که به لحاظ تجربه از آمادگی جانشینی او در هر لحظه برخوردار باشد. جو بایدن قبلاً وعده داده بود یک زن را به عنوان یار انتخاباتی خود انتخاب کند و ناآرامی‌های نژادی ماه‌های اخیر انتخاب یکی از اعضای اقلیت‌های نژادی را در اولویت قرار می‌داد. به خاطر مسئله کشته شدن آقای جورج فلوید در ایالت مینه‌سوتا، گروه‌های اقلیت، علل خصوص گروه‌های سیاه‌پوست‌ها بر این باور هستند که باید یک شخصی باشه که مشکلات و معضلاتی که جامعه برای اونها به وجود میاره رو درک بکنه و بتونه اونها رو به سرمنزل مقصود برسونه. کاملا هریس مانند جو بایدن بیشتر به جناح میانه رو حزب دموکرات تمایل دارد، هرچند در زمینه ی بیمه های بهداشتی در ابتدا سیاستش به برنی سندرز و طیف چپ حزب متمایل بود. سیاست های اعلام شده اش او را فردی حامی عدالت اجتماعی و مدافع حقوق زنان و اقلیت ها معرفی می کند.
خانم هریس همچنین منتقد سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ و مخالف منع سفر شهروندان کشورهای عمدتاً اسلامی از جمله ایران است. سناتور هریس همچنین از خروج آمریکا از برجام انتقاد کرده و خواهان برگشت به آن است، ولی همزمان خواهان اصلاح توافق هسته‌ای با هدف تشدید نظارت‌ها و منع آزمایش‌های موشک‌های بالستیک است. او همزمان بر حمایت تمام قد آمریکا از اسرائیل در برابر ایران و حزب الله لبنان تأکید دارد. کاملا هریس نخستین زنی نیست که نامزد معاونت ریاست جمهوری در آمریکا می شود. جرالدین فرارو و سارا پیلین به ترتیب در انتخابات سالهای 1984 و 2008 شکست خوردند. اما اگر خانم هریس به همراه آقای بایدن به کاخ سفید راه پیدا کند، به نظر می رسد مسیرش برای رسیدن به ریاست جمهوری هموارتر از دیگر زنان سیاستمدار در آمریکا باشد. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.